حدود 1/10 الکتریسیته تولید شده در جهان از طریق انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی تامین می شود. در اروپا اما وضع بهتر است. 20% از کل انرژی اتحادیه اروپا در سال 2020 از راه‌های خورشیدی و بادی تولید شده و برای نخستین بار مقدار الکتریسیته تولید شده از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر از الکتریسیته تولید شده با سوخت‌های فسیلی فراتر رفت. چند قطب اقتصادی جهان از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا متحد شدند تا سال 2050 تولید گازهای گلخانه‌ای را به میزان کاهش دهند که توسط عوامل طبیعی مثل جنگل‌ها قابل جذب باشد و در نتیجه این گازها وارد جو زمین نشوند. طبق آمارها میزان استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی در انگلستان 29% است، اما برخی کشورهای اروپایی عملکرد بهتری دارند. به طور مثال، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی در دانمارک 63% از انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین می‌کند. 44% از انرژی مورد نیاز آلمان هنوز از طریق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. با این حال با سهمی 33% بیشترین میزان تامین الکتریسیته از طریق انرژی‌های بادی و خورشیدی در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان متعلق به آلمان است. میزان استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی در 5 سال اخیر 2 برابر شده و همین استفاده از زغال سنگ را با کاهش بی‌سابقه 4% مواجه کرده است. میزان استفاده از زغال سنگ در اتحادیه اروپا طی 5 سال گذشته به نصف رسیده و آزادسازی گازهای گلخانه‌ای به جو زمین توسط اعضای این اتحادیه حدود 7% کمتر شده و در بین کشورهای گروه 20 نیز چین تنها کشوری است که در سال 2020 میزان استفاده از زغال سنگ را افزایش داد. اروپا می‌خواهد نظام تامین انرژی خود را تا سال 2050 به طور کامل دگرگون کند. در نتیجه این تحول، استفاده از زغال سنگ به صفر می‌رسد، نفت تنها اندکی استفاده می‌شود و گاز فقط یک نقش حاشیه‌ای خواهد داشت. در واقع آینده ای انرژی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در اروپا در اختیار انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. ایسلند، نروژ، کنیا، اوروگوئه، سوئد، آلمان، چین، بریتانیا و آمریکا از کشورهای موفق در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. ایران هم در منطقه‌ای قرار دارد که از لحاظ میزان دریافت تابش‌های خورشیدی و در نتیجه استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند جزو بهترین‌های جهان محسوب شود. در واقع ایران پتانسیل بسیار بالایی در توسعه زیرساخت‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی دارد و برخی آمارها هم نشان می‌دهد برق تولید شده از طریق منابع تجدیدپذیر در ایران مانع از انتشار حدود 4 میلیون تن گاز گلخانه‌ای به اتمسفر شده است. با وجود اینکه سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی مورد نیاز ایران طی 12 سال گذشته روندی افزایشی داشته، اما این سهم در طول نیم قرن اخیر کاهش یافته و تقریباً به نصف رسیده است. آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی مورد نیاز ایران در سال 2019 تنها 2.1% بوده. این در حالی است که این عدد در سال 1965 میلادی یعنی سال 1344 شمسی حدود 5% بوده است.